نمیدونم تا الان شما فیلم مورد عجیب بنجامین باتن رو دیدید یا نه. به نظرم فیلم خیلی خلاقانه است، ایده اولیه خیلی جذابی داره و این داستان کلا یه کودکی است که وقتی به دنیا میاد پیر به دنیا میاد و زندگی به شکل معکوس جریان پیدا میکنه و هرچه که میگذرد این جوانتر میشه به جای اینکه پیرتر بشه، تا اینکه در انتها به شکل یک نوزاد از دنیا میره. داستان موسیقی خیلی خوبی داره و فیلم خودش چند تا جایزه گویا اسکار رو هم برده، ولی جدای از این خود اصلا این فیلم، من میخوام نظر شما رو جلب بکنم به این ایده‌ای که باید دنده عقب زندگی کرد. و اینا حالا بذارید جدای اون قضیه قانون دوم ترمودینامی که میگوید arrow of time، فلش زمان، که ما در جهت زمان رو به استهلاک حرکت میکنیم، اونم یه سمت قضیه، ولی در همه بخش ها حتی بحث مسائل غیر علمی، حالا علمی رو که جدا بحث خواهم کرد، مسائل غیر علمی هم توصیه من این هست که از انتها به ابتدا حرکت کنیم. برای مثال من میخوام یه پژوهش انجام بدم، یه مقاله ای رو شروع کنم، تز ارشادم هست، تز دکترام هست، رساله دکترام هست، باید یک سوال علمی داشته باشم. من خیلی وقتا وقتی برای داوری دفاعها یا مقالهی برای داوری دستم میرسه، مشاهده میکنم که واقعا سوال مهندسی یا سوال علمی وجود نداشته. یعنی یه کدی بوده، ستاپ آزمایشگاهی بوده، یه چیزی بسم الله شروع کنیم، یه خروجی هم بگیریم. اما وقتی میخواهید شروع کنید، اول باید اون سوال آخری رو بپرسید. سوال آخر یعنی این که من دنبال چی میگردم؟ خیلی در حد یک جمله ها، یعنی همونجوری که الان من اون داستان فیلم رو در حد یک جمله برای شما تعریف کردم، شما هم در حد یک جمله بپرسید از خودتون من دنبال چی میگردم؟ میخوام یک نیروی وارده به یک چیزی رو بهینه کنم، کمتر کنم، یه چیزی رو زیاد کنم. این سوال مهندسی به شما دید میده. حالا یه قدم بی پاتون بذارید عقب‌تر. برای این کار رو بکنم چه جوری باید این کار رو، حتی خب استاد راهنماتون هم هست در کنارتون، فقط خود شما نیستید، ولی حالا اگه بخوام این کار رو بکنم، یه قدم قبلش چیه و یه قدم قبل از اون چیه. همینطوری خلاصه قدم ها رو به عقب حرکت کنید تا برسید به جایی که الان هستید، و بعد وقتی میخواهید شروع به کار کنید رو به جلو باید حرکت کنید به شکل، ولی طرز فکر شما باید دنده عقب باشه، رو به عقب باشه. این یک مثال از بحث پژوهش، که من خودم مثلا خیلی توی مقاله نوشتن خیلی آدم تخیلی هستم، یعنی قبل از اینکه حتی شروع کنم به نوشتن یه مقاله، به شکل نهایی مقاله، به اینکه کجا ممکنه چاپ بشه، قرار است چه افرادی این رو بخونن، چه فیدبک هایی بگیرم فکر میکنم. خیلی انگیزه میده واقعا، خیلی، چون مقاله نوشتن کار سختیه. من مقاله من دارم که 3 ماه روش کار کردیم، حالا قبل از اون که تولید نتایجش بماند چند سال، خود نوشتنش، مال بعضی دوستان هستن 3 روزه می نویسن، اینا رو من زیاد با اونا کار ندارم، من در مورد صف افرادی که از جنس خودم هستن صحبت، و این خیلی اصلا انگیزه میده به شما، خیلی روحیه میده که بتونی این مسیر پرفراز و نشیب رو با انگیزه و با علاقه بتونی طی بکنی. این یه سمت قضیه. در مورد مسائل غیر علمی، یه کتابی به نام 7 عادت مردمان مؤثر، چه بسا خونده باشید، خیلی کتاب معروفی است، وجود داره که حالا 7 تا مورد آورده. یه کتاب آسونی نیست، یعنی باید یکم وقت بذارید واسه خوندنش، ولی یکی از مواردی که ذکر کرده به عنوان یکی از اون 7 عادتی که برای یک انسان مؤثر بودن شما باید داشته باشید، اینه که خودتون رو در روز مجلس ترحیمتون، حالا خود انشالله خداوند 120 سال به خودتون و عزیزانتون عمر بده، و اگه عزیزی رو از دست دادید خداوند رحمتش کنه، ولی خودتون رو در اون موقع تصور، حالا من یه مقدار بزنید از حالت دراماتیک خارجش کنم، خودتون رو تو سن 60 سالگی فکر کنید، 65 سالگی فکر کنید، و ببینید که در اون دوران قرار هستش شما چه انتظاری از خودتون داشته باشید. انتهای خط رو ببینید. ببین دقیقاً همون مثل همون پژوهش ها که آخر خط رو شما میبینید. و قرار هست چه جور انسانی رو دوست دارید باشید. چون بالاخره بعضی مسائل هستن که برای یک سری سنی هستن. مثلا برای نوجوانی، بعد از جوانی، هر 5-6 سال واقعا انتظار آدم از زندگیش عوض میشه. تجربه شخصی من حداقل اینجوریست که هر 5 سال تقریبا آدم انگار تحول، مخصوصا تو سنین تا
تا قبل از 30 خورده سال، که این خیلی تحولات خیلی شدیدتر انجام میشه. ولی چجوری میخواید باشید واقعا؟ آیا قرار هستش که صرفا یک انسان پولدار باشید؟ آیا قرار هستش که صرفا خوش بگذره زندگی براتون و چیز دیگه مهم نباشه؟ و آیا قرار خیلی مثلا مقاله زیاد چاپ کنید؟ آیا این هدف من؟ آیا اون موقع ممکن به پوچی نمیرسم من مثلا این همه مقاله رو چی چاپ کردم مثلا؟ یعنی یک جوری خلاصه زندگی کنید که تو 60 سالگی دچار پوچی نشید، یا توی مسیری نیفتید که مجبور باشید اون مسیر رو هی ادامه بدید و اون وقت دیدتون عوض میشه نسبت به زندگی. خیلی از یه جور دیگه فکر میکنید. و آیا هدفتون اینه که بعد پس از مرگ جاودان باشید و دنبال اکسیر جاودانگی میگردید مثل خیلی از انسانهای پیشین ما که دنبال این بودن؟ من در مورد همه اینها قبلا صحبت کردم تو ویدیوهای قبلی. این خیلی کمک میکنه برای اینکه یه نگاهی از بالا داشته باشی، مثل یه پرندهی که داره پرواز میکنه و پایینشو داره نگاه میکنه. شما به زندگیتون یه چنین نگاهی داشت. ببین در کل این مجموعهی که تحت عنوان عمر شما و زندگی شما هست، قرار شما چیکار بکنید؟ خیلی البته صفر و صدی نگاه نکنید به قضیه. کلا من اصلا به کسی هیچ توصیه‌ای نمی‌کنم. مثلا یه سری مسائل رو مطرح می‌کنم برای اینکه بهانه‌ای باشه آدم فکر بکنه به اینجور مسائل. و اینجوری هم نیست که بگیم اینا بالاخره صفر و صدی است. نه، قرار هم نیست آدم صرفا آنچنان ایدئال گرا باشه که زندگیش فلج بشه. مال بینابینی، یه برهایی از زندگی ممکنه یکم این نگاه پرندهتون رو تخفیف بدید، یه جایی بیشتر کنید، ولی در کل حواستون باشه که یک چنین دیدی ممکنه شما واقعا کسی باشید که بگید من دوست دارم پس از مرگ خودم برای مثلا بچه‌های خودم یک ارث خیلی زیادی، اینم یه هدفه برای این به زندگی. و هر ولی یه هدفی داشته باشید. خلاصه من نمیدونم چی فکر کنید، حالا هر جور به نتیجه میگیرید محترمه برای، ولی این فکر کردن جهت میده مسیر زندگی انسان رو به از بیراه رفتن و مثل یه مقاله‌ای که اصلا درو پیکر نداره معلومی چیه سری داده است و اینا خارج میکنه، منسجم میکنه. حالا اتفاقا تو بحث مقاله نوشتن من اینو داریم ها، این حتی موقعی که میخواید مقاله رو بنویسیدم باید معکوس عمل کنید. یعنی اول شما اون سوال مهندسیتون رو مطرح میکنید، بعد میخواید مقاله رو بنویسید، میگید من اول باید اون میخوام نیروی مثلا نیروی وارده به جسمی رو کم کنم، میام اون نیروی رو رسم میکنم، بعد اگه همه چی اوکی بود که خب چه بهتر چه بدتر البته، چون این چیز پدیده جدیدی شما ندیدید تو مقالتون. اما اگه یه چیز جدید بوداری تو نتایجتون دیدید، اونو میایید یه قدم عقب‌تر میشکافید دل رودشو، میریزید بیرون ببینید منحصر خط جریان میکشید، حالا کار نداره مثالش، و بعد اونو تحلیلش میکنید. و وقتی میخواید مقاله رو بنویسید عکس این عمل میکنید دوباره. اول اون میدان جریان رو میذارید و بعد میرسید به همون نیرو، میگید اون نیرو اینجوری شد به خاطر این بود که در فلان جا و مثلا ورتسیت فلان جوش. حتی تو نوشتن مقاله هم اینجوری. توی بحث من یک ویدیویی هم تهیه کردم در مورد پژوهش به سبک سیمسون ها. اتفاقا این ویدیویی که الان داریم با هم صحبت میکنیم حالت کلی تر همون ویدیو، چون در اونجا من اشاره کردم که سعی کنید 10 سال آینده 5 سال آینده رو پیش بینی کنید، ببینید الان تو زندگی شما نیازهای بازار کار چی باشه. البته که مهمه، ولی بیشتر از اون مهمه که 5 سال آینده که شما وارد بازار کار میشید نیازها چجوریست. و دقیقا همینه دیگه، همین کانسپت، اینکه شما بالاخره باید 10 سال آیندهتون رو ببینید، ویژن داشته باشید نسبت به آینده و بعد دندقه بیایید. حالا ببینید چطوری الان زندگی کنید که 10 سال آینده نتیجه خوبی براتون به همراه داشت. یه سمت قضیه بود شخصی و انسانی قضیه است که من اشاره کردم. حالا صرفا این که اینم بگم، البته حالا این که مجلس ترحیم آدم شلوغ باشه یا آدم ها اونجا خیلی، این اصلا دلیل بر خوب زندگی کردن به خاطر میگم مسائل 0 تا 100 نبینیم. مثالش مثلا به توبین کسی بود که از دنیا رفت، خیلی مجلس ترحیم شروعی داشت. اما موتسارت از دنیا رفت خیلی در تنهایی به خاک سپردش. خب این بدین معناست که پس موتسارت مثلا زندگی بدی داشته؟ نه، اصلا ما معیار ما این نیستش که حتما مجلس ترحیم شلوغ باشه. یه کانسپته، یه مفهومه. یعنی من به خاطر اون مثال رو عوض کردم، گفتم فرض کنین تو 60 سالگی خودتون دارید به زندگیتون نگاه ده، برگشتید اینجور عقب و دارید یه نگاهی میکنید ببینید چه خبر بوده تو زندگیشون. و تو حتی تو حل مسئله همین جوریه. یعنی خیلی سادهش بکنیم، توی آموزش، فرق آموزش و پژوهش اینه که تو پژوهش خود شما و البته به همراه استاد راهنماتون مسئله رو طرح میکنید، میگید این مسئله هست و من حالا چجوری به این حل این مسئله برسم، پروسه ایست که طی میشه. توی آموزش تو کلاس ها این ما مثلا سوال رو میدیم به شما دیگه، شما خودتون انجام نمیدید، طرح نمیکنید سوال. ولی اونجا هم همیشه من تو ویدیوها مثلا ترمودینامیک رو ببینید گفتم بودم، شما میان یه شیلنگ آب اینجوری گرفتن به یه گلدون، نیرویی که به اون گلدون از طرف آب وارد میشه چقدر؟ من همیشه تو صورت سوال هدف رو به شما میدم،
آخر خط رو میدم، اون آخرین خطی که تو حل مسئلهتون هست رو به شما میدم. در صورتی که شما وقتی میخواید مسئله رو بنویسید از آخر به اول که نمیسید، اول به آخر می. پس فکر شما، طرز تفکر شما همیشه باید رو به عقب باشه، اما عمل شما باید رو به جلو باشه. در نتیجه فکر میکنیم آخرین خط من نیرو رو میخوام، یه قدم بیام قبل، من برای اینکه نیرو به دست بیارم چه معادله‌ای رو باید بنویسم؟ پس مثلا نیروی بله قانون دوم نیوتن رو باید بنویسم. در داخل این معادله چی هست؟ یه قدم عقب‌تر. بجز خود نیرویی که مجهوله، سایر موارد باید معلوم باشه. پس مثلا یه دبی جرمی هست، فلان سرعت هست. خب یه قدم بیام عقب‌تر. سرعت رو داده، سرعت سوال. ولی دبی جرمی رو چجوری حساب کنم؟ یه قدم عقب اون رو حساب میکنم. حالا میتونم مسئله رو با لذت بنویسم. شبیه این چیزی که دارم میگم تو همه مسائل زندگی وجود داره که ما هر مشکلی، حالا یه سوالی ممکنه اونم البته مشکله، به هر حال شما باید درس رو پاس کنید تا مدرکتون رو بتونید بگیرید و پول دراری نذارید دیگه. ولی این طرز تفکر امیدوارم مفید واقع شده باشه. نظراتتون حتما به اشتراک بذارید با من.